حکومت طالبان از تصمیم قاسم جمارات توکایوف رئیس جمهور قزاقستان برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های دشت‌افکن در آن کشور استقبال کرده و ابراز داشت که این تصمیم باعث انکشاف روابط افغانستان و قزاقستان به ویژه در عرصه تجارت می‌شود. این تصمیم حکومت قزاقستان چه تأثیری را روی مشروعیت حکومت طالبان بر جا می‌گذارد؟ تحلیلی منظور از آقای احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین می‌شنویم که از آلمان با ما هستند. آقای خسروی سپاس از حضورتان در برنامه. قبل از قزاقستان برخی از مقامات روسیه هم روی حذف نام طالبان از گروه‌های دشت‌افکن صحبت کرده بودند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت که باید این کار انجام شود. فکر می‌کنید که قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی هم مشی مشابه به روسیه را در قبال حکومت طالبان دنبال کنند؟ ببینیم، قزاقستان یکی از بزرگترین کشورهای حوزه آسیای میانه هست، با 20 میلیون جمعیت و خاک بسیار وسیعی داره و از طرف اقتصاد قزاقستان سخت وابسته به صادرات هست. یکی از سه کشور بسیار بزرگ دنیا هست که در حقیقت گدام قله دنیا بعد از امریکا و کانادا به حساب میاد. ضمن اینکه بزرگترین معدن آهن داره و بزرگترین ذخیره های نفت و گاز داره و مسائل پتروشیمی و خود کیمیاوی. بنابراین قزاقستان شرایط رو با کشورهای حوزه آسیای میانه مثل ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان و حتی ترکمنستان و آذربایجان فرق میکنه. دلیل از این هست که دو مسئله است. اولا اینکه قزاقستان از سوی گروه های افراطی اسلامگرا در درون قزاقستان تهدید نمیشه و این مشکل را نداره، در حالی که خب ما در ازبکستان داریم این مشکل را. تحریک اسلامی تا که ازبکستان هست یا به طور مثال تاجیکستان را داریم با نهضت اسلامی و همچنین قرقیزستان را داریم با گروه های تندرو اسلامی، اما قزاقستان این مشکل را نداره. قزاقستان هم قسمی که یادآوری کردم نگاه از او به افغانستان یک نگاه کاملا اقتصادی هست، ضمن ای که هم مرز هم با افغانستان نیست که آسیب پذیر باشه از نوعی تروریسم. تنها دغدغه‌ای که داره مسئله مواد مخدر هست که او هم از طریق سایر کشورهای آسیای میانه به قزاقستان منتقل میشه، ولی مشکل حاد برای از او نیست، در حالی که سایر کشورهای حوزه آسیای میانه مشکل حادتر دارن به خاطر اسلامگرایی و گروه‌های افراطی که در درون کشورهای از اونا و در بیرون از کشورهای از اونا دارن فعالیت میکنن. بنابراین قزاقستان کشوری که سالانه بیش از 1 میلیارد دلار صادرات داره به افغانستان و در کنار از اون تنها راه صادراتی اموال و امتعه از حالا چی مواد نفتی و گاز باشه، چی آهن باشه و چی غلات باشه و کشورهای شرق آسیا و جنوب آسیا به صرفه‌ترین راه و کوتاه‌ترین راه میتونه راه افغانستان باشه، در حالی که او میتونه از راه‌های دیگه هم مثل خط آهن چین استفاده بکنه، از دریای خزر استفاده بکنه، از خط آهن روسیه و اوکراین استفاده بکنه. اما خب اینها راه‌های بسیار طولانی و پرهزینه است، ضمن اینکه مسیر دریای سیاه و مسیر اوکراین فعلا نظر به تجاوزی که بعد از تجاوز روسیه به اونجا تقریبا مسدود شده و نمیتونه از این مسیر استفاده بکنه. خب ایالات متحده واکنش بسیار جدی را به احتمال از اینکه روسیه ممکن حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه از خود نشان داده و روسیه هم به نظر میرسه در تلاش است که خلا را عدم حضور آمریکا را در افغانستان پر کنه با تضادهای دیگه ای که با آمریکا در جهان داره. فکر میکنه اگر این کار را روسیه انجام بده وضعیت و شرایط روابط بین حکومت طالبان با ایالات متحده چی خواهد شد؟ ببینیم، اگر ما توجه کرده باشیم به محض از اینکه ایالات متحده آمریکا به روس‌ها گفت که شما نباید تخطی بکنیم و کار بکنیم که سایر کشورهای دنیا انجام نداده، ما بلافاصله یک تغییر مسیر ما توسط روس‌ها دیدیم. از طرف دیگه ما تناقض در گفتار خود رهبران فدراتیو روسیه دیدیم. معاون وزارت امور خارجه روسیه بلافاصله گفت که ما همو خواسته های ما از طالبان پابرجا هست و در کنار از وزیر دفاع روسیه، وزیر دفاع جدید روسیه دیدیم که گفت که ما سخت متاثر هستیم از ناامنی که در درون افغانستان است یا ناامنی که از طریق افغانستان ممکنه همپیمانان ما در کشورهای مشترک المنافع تهدید بکنه. پس بنابراین یک تناقض ما در گفتای روسا میبینیم و روسا هم دقیقاً هرگز عجله به کار نمیکنن. حالا شاید در قدم اول بخواین طالبان از لیست سیاه بیرون بکنن، اما مسئله به رسمیت شناختن طالبان هنوز بسیار دور هست و قطعاً سرمیز نیست برش. سپاس از وقتتان آقای خسروی، تشکر که تحلیل و برداشت خود را روی موضوع با بیننده‌ها در میان گذاشتید. تشکر. سلامت باشید.